اجازه بدید نگاهی تاریخی، البته به طور اجمال، همراه با مهدی رها به تاریخچه روابط همجنسگرایان داشته باشیم. همجنسگرایی به معنای احساس تمایل به برقراری رابطه جنسی با جنس همگونه است. گرایش های جنسی در افراد به طور کلی به سه گروه دیگر جنسگرا، دو جنسگرا و همجنسگرا تقسیم می شوند. ریشه واژه هوموسکشوال یا همجنسگرا از ترکیب کلمه یونانی هوموس به معنای همجنس و همانند با کلمه سکس باز می گردند. بر اساس آثار و منابع موجود، این نوع تمایل جنسی از دوران باستان در بسیاری از جوامع و تمدن‌ها وجود داشته. یکی از قدیمی‌ترین آثار باقی مانده از دوران فراعنه در مصر نمونه آشکار از تمایلات جنسی به همجنس است. از دوران یونان باستان نیز آثار بارزی از گرایش به همجنس باقی است که شاهد این ادعا است. حتی واژه لزبیان که در رابطه با روابط جنسی میان زنان به کار می رود، به سافو شاعری زن از جزایر لزبو نسبت داده شده که در اشعارش به رابطه های عشقی دختران و زنان اشاره کرده است. در ژاپن همجنسگرایی به عنوان گناه به شمار نمی رفت. تنها در سال 1873 بر اساس قانونی روابط همجنس خواهانه محدود شد، اما این قانون نیز 7 سال پس از تصویب لغو شد. در چین تقریبا همه امپراتوران در سلسله هون دارای شریک جنسی مذکر بودند. در ایران پس از ورود اسلام و خصوصا در دوره صفوی در بعضی از مکانها با این نوع روابط برخورد نمی‌شد. سیروس شمیسا در کتاب شاهد بازی در ادبیات فارسی به امرادخانه‌ها در دوران صفوی اشاره کرده که مکانی برای روابط جنسی میان مردان بوده. اگرچه در دوره‌های مختلف همواره همجنسگرایی از سوی ادیان آسمانی مردود بوده و با آن برخورد جدی می‌شده، اما در طول تاریخ نمونه‌های متعددی از ارتباطات همجنسگرایانه در دیرها، صومعه‌ها و مدارس مذهبی دیده شده. تا چند دهه گذشته در بسیاری از کشورها پدیده همجنسگرایی به عنوان نوعی اختلال روانی معرفی می‌شد و پدران و مادران از دیدن تمایل فرزندشان به همجنسش دچار نگرانی می شدند. اما از اواسط قرن بیستم و به راه افتادن جنبش ها، کمپین ها و تظاهرات علنی این گروه از افراد برای برخورداری از آزادی و حقوق اجتماعی و مدنی در آمریکا و اروپا، نگاه جوامع تا حد زیادی نسبت به آنان تغییر کرد و همجنسگرایی موضوعی برای تحقیق پژوهشگران و روانشناسان شد. این تحقیقات نشان داده که گذشته از تأثیرات محیطی و روحی، تغییرات هورمونی در دوران نوزادی یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد چنین تمایلاتی در افراد است. رفته رفته نام چهره‌های سرشناس و تاریخ ساز بسیاری که به روابط همجنسگرایانه تمایل داشتند آشکار شد و ادعای حقوقی و قانونی برابری خواهی همچون حق ازدواج، سرپرستی فرزندخوانده، استخدام، خدمت در ارتش و دسترسی برابر به خدمات درمانی با پشتوانه قوی تر از پیش به عرصه‌های سیاسی رسید. در حال حاضر در بسیاری از کشورها حقوق همجنسگرایان به نکته مهم و تعیین کننده در مبارزات سیاسی و نماد دموکراسی مبدل شده است. امروزه پرچم رنگین کمان همجنسگرایان در کشورهای غربی زیادی بر سر در رستوران‌ها، بارها و مغازه‌ها دیده می‌شود و این افراد بدون پنهان کردن تمایلاتشان آزادانه در کنار دیگر افراد جامعه زندگی می‌کنند. مهدی رها، صدای آمریکا.